سلام، وقت شما بخیر بیننده های تلویزیون اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز. با ویژه برنامه امروز ما خیلی ها خوش آمدید. مهمان برنامه ویژه امروز ما محترم مولوی سر عمران قماندان یمنی ولسوالی علی‌آباد است. امروز ما در دفتر کاریشان آمدیم. می خواهیم در رابطه با مشکلات مردم علی‌آباد و کارکردهای نواخار صحبت داشته باشیم. امارات اسلامی در ولسوالی علی‌آباد قماندانی امنیت چه دستاوردها و فعالیت‌ها را برای رفع مشکلات مردم داشته است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آمدن شما را در ولسوالی علی‌آباد خوش آمدید می‌گوییم. و بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان که تقریبا مدت یک سال یا زیاد می شود، وضعیت امنیتی در ولسوالی علی‌آباد الحمدلله برابر بوده و کارکردهایی که در ولسوالی علی‌آباد دستاوردهای ماست انشاءالله دستاورد زیاد است. چند عمده دستاوردی را که به شما یادآوری می شه، عبارت از 3 نفر از قاتلینی که سربازان امارات اسلامی افغانستان را در کوی خرباتور به شهادت رسانیده بود، اونها را ما دستگیر کرده و به مرجع مربوطش تسلیم نمودیم. و 5 تن از سارقین عرفوی که در سرک عمده کندوز بغلان سرقت را انجام می دادند، اونها را هم ما دستگیر نموده به مرجع مربوطش تسلیم نمودیم. وضعیت امنیتی هم در ولسوالی علی‌آباد برابر است، مشکلات نیست نشان. تشکر. مولوی صاحب، تا این چند ماه گذشته نشست های رهبری قماندانی امنیه با بزرگان اقوام مردم علی‌آباد داشتند. عمدترین مشکلات مردم علی‌آباد چی بود و رهبری قماندانی امنیه برای رفع مشکلات مردم چی اقداماتی را عملی انجام داده است؟ البته در طی یک سالی که گذشت از حکومت امارات اسلامی افغانستان، عمدترین مشکلات مردم فقر و بیچارگی بوده که با قدرت الله رب العزت و با همکاری مجاهدی و با کمک های بشر دوستانه ما توانستیم که کمک هایی که صورت می گرفت از قبیل گندم، روغن، آرد، برنج، اونها را با گدام انتقال داده و برای مستحقین توزیع نماییم. و همچنان به خاطر حل مشکلات مردم از ماهای شبانه و روزانه ما چکپنج ها فعال بود تا اینکه ما بتوانیم حل مشکلات مردم را از طریق این پیره ها و گزمه ها هم حل نماییم مشکلات مردم. تشکر. جناب مولوی صاحب، بعد از پیروزی امارات اسلامی امنیت مطمئنا در ولایت کندوز تامین شده است. آیا میزان جرایم جنایی نیست کاهش یافته یا خیر برا و برای تامین امنیت بیشتر و با سفر رساندن جرایم جنایی به باشندگان علی‌آباد چه اطمینان می‌دهید؟ الحمدلله بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان جرایم جنایی در ولسوالی علی‌آباد کاهش یافته است. ما کوشش میکنیم که در نقاط صفر برسند. ما به تعداد 5 تن از سارقین و 5 نفر از معتادین هم گرفتیم که دزدی های خرد و بزرگ عزیزشان صورت میگرفت و آنها را هم به شفاخانه عضوی انتقال دادیم و جرایم جنایی هم کاهش یافتگی است. و ما کوشش میکنیم که یا این جرایم جنایی را صفر بسازیم و کدام خرد و ریزه جنجال هایی که در قریه و قصبات صورت میگیره اونها را ما توسط علمای کرام و محسن سفید اربابای قریه حل نمودیم. انشاءالله که جرایم جنایی هم در مدت یک سال کاهش یافته است در ولسوالی علی‌آباد. تشکر. مولوی صاحب، هماهنگیتان با سایر ادارات ملکی و نظامی در علی‌آباد در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم و تامین امنیت بهتر چگونه است؟ هماهنگی ما با مربوطات ملکی و نظامی خوب بوده. تا هنوز کدام چالشی وجود نداره و کدام چیزهایی که مربوط به قماندانی امنیه می باشد او در بارایش اجراعات صورت گرفته که عبارت از جلب است از شعبات حقوق یا اراضی یا ولسوالی. انشاءالله که در این راسته ها اجراعات صورت گرفته، مشکلاتی وجود نداره. تشکر. جناب مولوی صاحب، یکی از مشکلات اساسی در حکومت پیشین
عدم تامین امنیت پروژه های انکشافی بود که انجینران و کارمندان موسسات داخلی و خارجی نمی توانستند در محلات دوردست پروژه های را عملی کنند. حالا تحلیل شما برای این نهادها در خصوص تامین امنیت چیست؟ ما برای هر موسسات اطمینان می دهیم، هر سرمایه گذاری را که در بروسالی علی آباد می نماید در هر نقاطش که باشد شب و روز انشاءالله ما در خدمت هستیم به خاطر تامین امنیتش. اگر مؤسسه کمک های بشر رسانه باشد یا از قبیل کانال باشد یا پستشانه، هر مؤسساتی که می خواهد که در بروسالی علی آباد یک سرمایه گذاری بکند و ما برایشان اطمینان می دهیم و همراهشان همکار هستیم. آیا جناب مؤسسه بعد از پیروزی مورد اسلامی در بروسالی علی آباد همچون پروژه ها پیاده‌ور شده کار شده یا خیر؟ بله، یک کانال تحت کار است در بالا میدان اول کار میکند و یک پروژه پستشانه است در منطقه مرشیخ. همین دو پروژه تحت کار است. صورت گرفتید. تشکر. یکی از دیگر چالش های حکومت پیشین ایجاد فاصله میان مردم و حکومت بود. آیا امارات اسلامی به منظور نزدیک ساختن رابطه ها میان اقوام مختلف و حکومت موجود برنامه های داشته است یا خیر؟ چون که حکومت امارات اسلامی از میان مردم پیدا شده و با مردم هستند و به خاطر نزدیک شدن با مردم، ما در هر 15 روز جلسه ای را دایر میکنیم با همراه علمای کرام، بزرگان قوم. انشاءالله که اونها با ما هم کار هستند و ما با اونها هم کار داریم. تشکر. به عنوان سوال آخر، خواست و تقاضای شما از مردم علی آباد در قسمت همکاری های مشترک چیست؟ کدام چیست و در کدام قسمت با شما همکار باشد؟ خواست و همکاری ما از تمام ملت مسلمان افغانستان و بالخصوص از مردم ولسوالی علی آباد است که مردم ولسوالی علی آباد زحمات و تکالیف امارت اسلامی را در نظر بگیرند. به مدت 20 سال است که امارات اسلامی افغانستان قربانی داده، شهید داده، زخمی داده و یک حکومت اسلامی را ایجاد نمودند و مردم در این عرصه باید ممروی حکومت امارات اسلامی افغانستان همکار باشند و به توطیه ها و تبلیغات های دشمن فریب نخورند و همکار بودند و ما از شان خواهش میکنیم که همیشه با ما همکار باشند در هر عرصه ای که باشد و ما با آنها همکار هستیم، اونها هم با ما همکار باشند. جناب مولوی صاحب، یک جهان تشکر از اینکه ما را به حضور پذیرفتید و وقت گذاشتید. خیلی ممنونتان. تشکر. دوستان اورانوس و شنونده های گرامی رادیو کندوز، این بود مصاحبه ویژه امروز ما که تقدیم شما کردیم. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.